خدا. شاگرد عزیز سلام، خوب هستین؟ بخیر هستین؟ جور و سعدمند باشین. شاگرد عزیز و گرامی، به مضمون ریاضی صنف هفتم بسیار زیاد خوش آمدید. خب شاگرد عزیز و گرامی، ما و شما مضمون ریاضی صنف هفتم رو با هم دیگه میخوانیم، درست است؟ فصل چندم هستیم؟ فصل ششم، خطوط موازی و عمود، درس پنجم ما و شما امروز میشه. اما عنوانی که ما و شما امروز باید با هم بخوانیم چی است؟ زاویه‌های مقابل در متوازی الاضلاع. یعنی یک متوازی الاضلاع اگر داشته باشیم، زاویه‌های مقابلش با هم چه رابطه‌ای دارد؟ و ما و شما ثبوت می‌کنیم که زاویه‌های مقابل با هم دیگه چی است؟ مساوی میشند، با هم دیگه برابر میشند. متوازی الاضلاع یا تا نفسی که درس گذشته ما و شما چهارضلی‌ها رو خواندیم، صحیح؟ چهارضلی‌ها یا چهارضلی‌ها رو گفتیم. یک تا از چهارضلی‌ها چی بود؟ متوازی الاضلاع. گفتیم چهارضلعی که ضلع‌های روبرو با هم چی باشد؟ موازی و مساوی باشد. درست است که در حقیقت شاگرد عزیز، در اصل ما و شما تعریفش به این شکل است: چهارضلعی که ضلع‌های روبرو با هم موازی باشد میشه متوازی الاضلاع. و ما میتونیم با ثبوت کنیم که ضلع‌های روبرو باز با هم دیگه چی است؟ مساوی هست. پس تعریف متوازی الاضلاع تعریف دقیقش نیست که چهارضلعی که ضلع‌های روبرو با هم موازی باشد. درست است؟ خب حالا ما و شما امروز می‌خوایم ثبوت کنیم که علاوه بر اینکه ضلع‌های روبرو با هم مساوی هست، زاویه‌های روبرو هم با هم مساوی میشه. درست است شاگرد عزیز؟ پس این رو ما و شما امروز ثبوت میکنیم و عکس قضیه رو ثبوت میکنیم. منظورش و معناش چی است؟ معناش این است که اگر یک چهارضلعی داشته باشیم که زاویه‌های روبروش با هم برابر باشد، 100% او چی است؟ متوازی الاضلاع. نتیجه میگیریم که او یک چهارضلعی نامش چی است؟ متوازی الاضلاع. درست است؟ خب شاگرد عزیز، قبل که بریم سر تخته و درس شروع کنیم، کارخانگی درس گذشته را باید به ما روان میکرد. از طریق چی؟ از طریق واتساپ. نمبرش هم چی است؟ 209647080255413. درست است؟ پس میریم سر تخته شاگرد عزیز و درس امروز شروع میکنیم. خب شاگرد عزیز و گرامی، درس امروز ما و شما چی است؟ زاویه های روبرو یا زاویه های مقابل در متوازی الاضلاع. پس من متوازی الاضلاع را نوشته میکنم. متوازی الاضلاع تعریفی چی است شاگرد عزیز؟ متوازی الاضلاع. متوازی الاضلاع در درس گذشته تعریف کردیم، گفتیم چهارضلعی که ضلع‌های روبرو با هم چی باشد؟ موازی و مساوی باشد. گفتیم در درستش چی است؟ موازی بودن است. مساوی بودن میشه ثبوت کرد. پس متوازی الاضلاع میگیم چهارضلعی که ضلع‌های روبرو با هم چی باشد شاگرد عزیز؟ موازی باشد. صحیح؟ پس به این میگیم چی؟ متوازی الاضلاع. شکلش هم که دیدین دیگه، کشیدیم نه؟ به این شکل میشه معمولا. اینه میشه متوازی الاضلاع. البته شاگرد عزیز، هر چهارضلعی که اینی ویژگی رو داشته باشه متوازی الاضلاع است. مستطیل خودش چی میشه؟ یک متوازی الاضلاع. چرا؟ چون در درس گذشته گفتیم شاگرد عزیز، ما شما اگر یک مستطیل داشته باشه، یعنی مستطیل است دیگه نه، ضلع‌های روبرو با هم چی هستن؟ موازی و مساوی هستن دیگه. با این موازی است، هم با این موازی است. پس این هم چی است؟ یک متوازی الاضلاع. مربع خودش یک متوازی الاضلاع. لوزی خودش یک متوازی الاضلاع، چون ضلع‌های روبرو با هم برابر و موازی هستن. صحیح؟ پس ما و شما تنها متوازی الاضلاع به اینی شکل نیست. گفتیم هر شکلی که، هر چهارضلعی که اینی ویژگی رو داشته باشد بهش میگیم چی؟ متوازی الاضلاع. صحیح؟ پس ما هرچی در رابطه با این میگم، چون مستطیل هم یک متوازی الاضلاع، زاویه روبرو با هم برابر میشه. صحیح؟ ضلع‌های روبروش با هم برابر میشه. پس شاگرد عزیز دقت کنید، متوازی الاضلاع چهارضلعی که ضلع‌های روبرو با هم چی باشد؟ موازی باشد. خیر، میفهمیم.
A B C و D. صحیح است؟ خب ما شما باید ثبوت کنیم که B، حالا میخوایم ثبوت کنیم که زاویه B با زاویه D مساوی است، زاویه A با زاویه C مساوی است. پس درس ما شما امروزی است که زاویه های روبرو در متوازی الاضلاع چه رابطه با هم دارند؟ با هم مساوی هستند. پس یک تا قضیه بسیار مهم داریم. زاویه های روبرو در متوازی الاضلاع، در متوازی الاضلاع با هم چی هستند؟ با هم برابر اند. خب این رو ثبوت میکنیم. شاگرد عزیز دقت کنید، چه رقم ثبوت میکنیم؟ پس ما یک متوازی الاضلاع داریم A, B, C, D، درست است؟ میخواییم ثبوت کنیم که چی هست شاگرد عزیز؟ زاویه روبرو با هم مساوی یا برابر هستند. پس دقت شاگرد، چون چهار ضلع ما و شما متوازی الاضلاع است، پس زاویه ضلع های روبرو با هم چی هستند؟ موازی هستند. یعنی چی؟ یعنی که AB با DC موازی است، AD هم با BC موازی است. صحیح است؟ خب حالا ما می‌خوایم ثبوت کنیم که زاویه روبرو با هم برابر است. یعنی من زاویه B را بگم با زاویه D مساوی است. خب چه رقم ثبوت می‌کنیم؟ دقت کن شاگرد عزیز، به این شکل من میگم. چون این دو قطع خط یا ضلع های AB و CD ما و شما چی میشه شاگرد عزیز؟ موازی هستند. پس به شک من شکل شد براتون میکشم. نگاه کن شاگرد عزیز، این دو موازی هستند. یک تا خط مورب آمده ایر قطع کده، صحیح است؟ درست است شاگرد عزیز؟ پس این زاویه D این زاویه ما و شما میشه و زاویه A ما و شما این زاویه هم میشه، صحیح است؟ میشه زاویه های چی؟ زاویه های متممه یک طرف خط قاطع. یعنی جمعشون باید چند شود؟ یار دو. جمعشان باید شوه 180 درجه. از درس گذشته هاتون باشد نه؟ زاویه های متممه یک طرف خط قاطع، خط قاطع زاویه یک طرفش با هم چی میشه؟ جمعش 180 میشه. پس زاویه D با زاویه A چی میشه؟ 180. پس من اشتباه میکنم. زاویه A، پس من شکلش اینجا میکشم، بند به اینجا میکشم تا متوجه باشی. پس به شکل نوشتم میکنم، میگم که AB با DC موازی است، AB موازی است با DC و چی مورب است؟ و AB را قاطع بگیریم و AB مورب اگر باشد شاگرد عزیز، در نتیجه چی میشه؟ در نتیجه میگم که زاویه D با زاویه A میشه 180 درجه. پس من شکلش براتون نکشم تا متوجه باشه، شکلش اینجا میکشم. یعنی این کدید موازی است یا خط مورب، یعنی AD ما و شما نیست. خب اینی زاویه با اینی زاویه میشه زاویه های متممه یک طرف خط قاطع. پس چی میشه؟ زاویه A با زاویه D میشه 180 درجه. پس زاویه A جمع زاویه D میشه 180 مساوی است با 180 درجه. باید من کوچکتر نشته کنم که جای شده، مساوی است با 180. صحیح است؟ تا اینجا داره. یام که چی بود؟ موازی باشد. خب تا اینجا ایر فهمیدیم A جمع D چند میشه شاگرد عزیز؟ 180. خب حالی من میگم چی؟ این دفعه من چی رو میگیرم شاگرد عزیز؟ شاگرد عزیز من میگم که AD با BC موازی است. چرا؟ چون چهار ضلع ما و شما متوازی الاضلاع است، ضلع های روبرو با هم چی است؟ موازی است. پس من میگم که AD موازی است با BC. خب و چی رو مورب بگیریم؟ AB رو مورب من میگیرم و AB مورب. دهی بالا AB است، دهی بالا AB نباید باشد. AB با DC، AB با DC سیست و AD مورب باید بگیریم. این رو من AB اشتباه نوشته کردم. AD دهی AD میشه سیست. AD موقع مورب باشد، یعنی D با زاویه A چی میشه؟ زاویه های متممه یک طرف خط قاطع. دهی پایین AD رو موازی با BC گرفتم. AD موازی با BC، دقت کن شاگرد، من شکل به شکل میکشم برات. اینی که دیدی موازی است، صحیح است؟ اینی خط با اینی خط موازی است، یک تا خط قاطع اومده یا قطع کرده، درست است؟ پس میشه اینی زاویه با اینی زاویه، یعنی زاویه A با زاویه B میشه چه؟ زاویه های متممه یک طرف خط قاطع. بعد من کلانتر بکشم تا متوجه باشین شاگرد عزیز. اینو درس گذشته ما و شما دیگه نه، ما دو تا خط موازی به شکل داریم، این دو خط موازی است و یا موازی به شکل میکشیدیم دیگه، نه این دو خط موازی است.
یک خط قاطع اگر بیاید قطع کنه، اینی زاویه با اینی زاویه چی میشه؟ متممه میشه. اینی حاده است، اینی منفرج است. زاویه های متممه یک طرف خط قاطع. پس زاویه A با زاویه B ما و شما اینی میشه A، اینی میشه B. درست است؟ پس نتیجه میگیریم که A جمع B هم باید چند شوه؟ پس A زاویه A جمع زاویه B میشه چند؟ 180 درجه. صحیح است؟ خب عزیز اردو، شاگرد عزیز، A جمع D شده 180، A جمع B هم شده 180. چه نتیجه میگیریم؟ A با A که مساوی است، 180 با 180 مساوی است، پس D باید با B چی باشد؟ مساوی باشد دیگه. شما A را با D جمع کرده شده 180 درجه، اما A را با یک زاویه دیگه هم جمع کرده 180 شده. پس نتیجه میگیریم که زاویه B و D باید با هم چی باشد؟ چی؟ مساوی باشد. پس من نامش نوشتم میکنم، این نامش میگیرم 1، این نامش میگیرم 2. صحیح شاگرد عزیز؟ این نامش میگیرم 2. از یک و دو من نتیجه میگیرم، پس به شکل نوشتم میکنم. از یک و دو نتیجه میتونیم بگیریم که زاویه D با زاویه B چی میشه؟ مساوی میشه. زاویه B مساوی است با زاویه D. پس این هم ثبوت. خب شاگرد عزیز، فهمید چی رقم شد؟ دیگه یک بار دیگه ثبوت برات میگم تا بفهمی. قضیه با ما شما گفته زاویه های روبرو در متوازی الاضلاع با هم برابرن، رو باید ثبوت کنیم. گفتیم ثبوت، این چهار ضلعی A, B, C, D را ما شما داریم. متوازی الاضلاع است. معنایش چی است؟ ضلع های روبرو با هم موازی است. A, B موازی با D, C است. به اون شکل که یک تا فلش برای ماندم صحیح است. و A, D هم با B, C موازی است. به این دو تا ماندم که بفهم اینی که دیز موازی است، اینی با این موازی است. صحیح است؟ خب حالا گفته شما ثبوت کنید که زاویه مقابلش با هم برابر است. D با B برابر است، A هم با C برابر است. من D و B را بس ثبوت کردم. باز خود دخانه در کتابچه شما برای A مساوی با C هم ثبوت کن. همین طریق برد میگم. من چه رقم D را با B ثبوت کردم؟ آمدیم گفتم. گفتم چی؟ پس ثبوت گفتم این خط کشیدم. گفتم که AB موازی با DC باشد، AB را من موازی با DC در نظر میگیرم، خو است. و AD را مورب میگیرم. و AD مورب، مورب یعنی قد کنه، کج باشه نظر به واسه است. خب شکل ما گوشم این رقم میشه، اینی با این موازی است، اینی خط کج آمد خط کرده، اینی دو خط دو زاویه چی میشه؟ زاویه های چی میشه؟ متممه یک طرف خط قاطع. درس گذشته ما و شما بود، یعنی با هم دیگه چی میشه؟ 180 میشه. پس زاویه A با زاویه D میشه 180. پس زاویه A جمع زاویه D میشه 180 درجه. و باز آمدیم چی گفتم؟ گفتم AD موازی است با BC. AD با BC موازی گرفتیم و یک خط قاطع AB در نظر گرفتیم. پس این دو خط موازی است، یعنی خط قاطع ما و شماست. یعنی دو زاویه چی میشه؟ زاویه های متممه یک طرف خط قاطع. پس این اردام با هم چی میشه؟ 180 درجه میشه. درست است؟ خب پس نتیجه گرفتیم چی؟ پس زاویه A با زاویه B هم مساوی میشه. پس زاویه A جمع مساوی زاویه A با B هم متممه است، یعنی جمعش 180 میشه. A جمع B هم میشه 180 درجه. این نامش گرفتیم 1، این نام رابطه رو گرفتیم 2. از این 1 و 2 چی نتیجه گرفتیم؟ A با یک زاویه جمع شده 180 شده، A با دیگه زاویه هم جمع شده 180 شده. پس نتیجه میگه هر دو باید با هم چی باشد؟ مساوی باشد دیگه. A با A مساوی است، 180 که با 180 مساوی است، پس D باید با B مساوی باشه. پس از 1 و 2 نتیجه گرفتیم که B با D مساوی است، یعنی B زاویه D با B مساوی شده، زاویه های مقابل در متوازی الاضلاع. و شما حال شاگرد عزیز در کتابچه‌تون باید ثبوت کنید که A با D با C موازی است، مساوی میشه. چه رقم؟ باز دوباره میای بنان مثال D را که دزی میگیری سایست، میگه اینی که با این متممه میشه، متممه چی؟ متممه یک طرف خط قاطع، با هم میشه 180. باز دی را با سی هم بگیر سایست، من در اولش که آسان است به این شکل میشه، اما در دومش من ای بی را مورب گرفتم، شما دی سی را مورب بگیر خودت سایست. بگو ای دی با بی سی موازی است، اینی مورب باشه. پس دی با زاویه سی هم چی میشه؟ متممه یک طرف خط قاطع، جمعش میشه 180. پس دی با سی هم 180، دی هم با 180. پس نتیجه میگیریم ای با سی هم چی میشه؟ مساوی میشه. درست است؟ خب شاگرد عزیز، پس ما و شما ثبوت کردیم که اگر یک چهارضلعی متوازی الاضلاع باشد، زاویه های روبرو با هم مساوی است، با هم برابر است. درست است؟ خب من تخته رو پاک میکنم و عکس یا سرچپه از قضیه رو ثبوت میکنم. معناش چی است؟ اگر یک چهارضلعی ما و شما داشته باشیم، اگر یک چهارضلعی ما و شما داشته باشیم که چی باشه شاگرد عزیز؟ زاویه روبرو با هم برابر باشد، آیا میتونیم ثبوت کنیم که متوازی الاضلاع است؟ متوازی الاضلاع چه رقم ثبوت کنیم؟ متوازی الاضلاع تعریفش چی است؟ ضلع های روبرو با هم موازی است. یعنی با شما این سخت پاک میکنم با ثبوت میکنم که اگر یک چهار ضلعی داشته باشیم زاویه روبرو با هم برابر باشد، ما باید ثبوت کنیم که ضلع های روبرو موازی است. اگر اینو ثبوت کردیم میگیم چهار ضلع نامش چی است؟ متوازی الاضلاع است. پس تخت پاک میکنم و سرچپه قضیه رو ثبوت میکنم. درست است؟
خب شاگرد عزیز و گرامی، پس من عکس قضیه رو ولی ثبوت میکنم. پس نشته میکنیم عکس قضیه. پس عکس قضیه چی است؟ یعنی سرچپه قضیه. قضیه چی بود؟ میگفت که ثبوت کنید در یک متوازی الاضلاع زاویه روبرو با هم چی است؟ برابر است. حالا برعکس چی میشه؟ اگر یک چهارضلی داشته باشیم زاویه روبرو با هم برابر باشد 100% چی است؟ متوازی الاضلاع. پس میگیم که عکس قضیه چی میگیم؟ میگیم در چهارضلیه. اگر در یک چهارضلی به این شکل آسان‌تر میشه. اگر در یک چهارضلی زاویه‌های روبرو با هم چی باشد؟ برابر باشد. زاویه‌های روبرو یا مقابل با هم برابر باشد، آنگاه آن چهارضلی 100% چی است؟ متوازی الاضلاع است. آنگاه این چهارضلی چی است؟ متوازی الاضلاع می باشد. خب این چرا هم ثبوت میکنم شاگرد عزیز؟ دقت کنید، ثبوت ما به شما این شکل است. من یک شکل میکشم، یک چهارضلی داریم، حالا نمیفهمیم که متوازی الاضلاع است، یعنی نمیفهمم این باشد A B C D. من نمیفهمم که A B با D C موازی است. ما نمیدانیم، چون نمیدونم چهارضلی نامش چی است. فقط میدانیم که زاویه B با زاویه D مساوی است، زاویه M با زاویه C مساوی است. فقط همین رو میدانیم. حالا باید ثبوت کنیم که این چهارضلی متوازی الاضلاع است. معناش چی است؟ که باید من ثبوت کنم AB با DC موازی است. این اگه ثبوت کردم و ثبوت کردم AD با BC هم موازی است، این ثبوت کردم، باز چی میگیریم؟ میفهمیم نتیجه بگیریم که چهارضلی ما و شما چی میشه؟ متوازی الاضلاع میشه. درست است؟ خب شاگرد عزیز، پس چقدر ثبوت میکنم؟ این شکل کشیده، فقط میفهمیم که زاویه B با زاویه D مساوی است، زاویه M با زاویه C مساوی است. خب این چقدر ثبوت میکنم شاگرد عزیز؟ دقت کنید. پس فهمیدید چی رو میخوایم ثبوت کنیم دیگه؟ نه، ما میخوایم ثبوت کنیم که AB با DC موازیه، AD هم با BC موازیه. اگر ثبوت کردم یعنی چهارضلی ما و شما متوازی الاضلاع است. پس قضیه از این امیر از ما و شما میخواد. خب چی رقم ثبوت میکنم شاگرد عزیز؟ مجموع زاویه های داخلی یک چهارضلی چند درجه میشه؟ این درسای گذشته ما و شما بود، یادتون است؟ یک چهارضلی دلخواه چهارضلی باشه، مجموع زاویه داخلیش میشه چند؟ آفرین، 360 درجه. چرا؟ چون دو تا مثلث میشه دیگه. یک چهارضلی دلخواه باشه، میگه بکشیم دو تا مثلث میشه. دو مثلث چی است؟ هر مثلث 180 درجه. پس مجموع زاویه داخلی یک چهارضلی هر چهارضلی باشه جمعش میشه 360 درجه. پس من میگم که، پس دقت کن شاگرد عزیز، زاویه دی با بی رو میگم، زاویه دی با بی مساوی است، دی مساوی است با بی. این خود سوال با ما و شما دادم. و ام با سی مساویست، زاویه ام مساویست با زاویه سی. خود سوال با ما و شما گفته، درست است؟ حالا من ثبوت میکنم، ثبوت با در اینجا نوشته کنم، ثبوت در اینجا نوشته میکنم. خب شاگرد عزیز، من میگم که زاویه A جمع زاویه B جمع زاویه C جمع زاویه D چند درجه میشه؟ مجموع زوایای داخلی یک چهارضلی 360. از درسای قبل میفهمیم ما و شما 360، چون چهارضلی 3 تا مثلث میشه. خب نظر به خود سوال، A با C مساوی است، D هم با B مساوی است. صحیح است؟ پس من میتونم به جای C A نوشته کنم. به جای C چون با هم مساوی است، یعنی به جای C A نوشته میکنم و به جای D هم B نوشته میکنم. صحیح است؟ پس من میایم شاگرد عزیز، چون A با C مساوی است، یعنی C رو من به جایش A نوشته میکنم. پس یعنی A خودش جمع، یعنی زاویه B هم خودش جمع، یعنی C چون با A مساوی است، من C رو میگیرم به جایش A رو میمانم، چون مساوی است دیگه، فرق نمیکنه. صحیح است؟ جمع، یعنی D هم با B مساوی است، D رو میگیرم به جایش B نوشته میکنم. صحیح است؟ پس جمع زاویه B میشه 360 درجه. درست است؟ خب A با A میشه 2 تا A، B هم با B میشه 2 تا B. صحیح است؟ پس میشه 2A جمع 2B مساوی است با 360 درجه. صحیح است؟ چون دو تایی داریم، دو تا بی داریم. درست است نه؟ خب شاگرد عزیز، اطراف همه رو تقسیم بر دو میتونم بکنم. صحیح است؟ همه رو تقسیم بر دو میکنیم. تقسیم بر دو، تقسیم بر دو، تقسیم بر دو. صحیح است شاگرد عزیز، چون میتونم ضریبای A و B رو میخوام خلاص کنم. پس یعنی 2 کد 2 خلاص، یعنی 2 هم با 2، یعنی 2 هم با 360 خلاص میشه. چند میشه؟ جواب موشون به شکل میشه، میشه A جمع B مساوی است با 360 تقسیم بر 2 میشه 180 درجه. شاگرد عزیز، A جمع B چند شد؟ 180 درجه.
A جمع B. درست است؟ 180 درجه. خب شاگرد عزیز، من در ذهن خود اگر به این شکل بیام بکشم، من در ذهن خود به این شکل میکشم، نگاه کنید، این دو را میکشم، این دو خط داریم. حالا نمیفهمی هر دو موازی است جانه، این دو خط داریم، یک خط آمده به این شکل قطع کرده، صحیح است؟ شاگرد عزیز، این دو خط داریم، یک خط قاطع آمده یا قطع کرده. خب این دو زاویه یک طرف جمع شده چند؟ این ای و بی رو من ثبوت کردم، ای جمع بی 180 شده. خب ما و شما در زاویه‌های متممه یک طرف خط قاطع گفتیم دیگه، نه گفتیم اگر چی باشد، این دو خط موازی باشد، هر دو جمعش 180 میشه. و برعکسش هم گفتیم اگر هر دو جمعش 180 باشد، 100% هر دو با هم چی است؟ موازی است. چون ای جمع بی شده چی؟ 180 و زاویه یک طرف خط قاطع است و شده متممه 180 شده، پس نتیجه میگیریم 100% ای دی با بی سی موازی میشه. درست است؟ پس چون 180 شده، پس نتیجه میگیریم، چون جای نیست من در اینجا نوشتم، از این نتیجه میگیرم من که ضلع ای دی با ضلع بی سی موازی است. پس ای دی موازی است با بی سی. درست است؟ خب پس هم ثبوت، پس من ثبوت کردم شاگرد عزیز، این دو ضلع موازی است. این دو ضلع هم باید تو موازی چی ثبوت کنی با هم چی میشه؟ موازی. چه رقم؟ باز دقیقاً مشابه همین سیر، باز خودت دیگهش خودت ثبوت کن. ما گفتیم دی با بی مساوی است، ای هم با سی مساوی است. درست است؟ گفتیم که ای جمع بی جمع سی جمع دی میشه 360. چرا؟ چون مجموع زوایای داخل یک چهارضلعی 360 درجه است. خب بعد گفتیم ای خودش نوشته کردم، بیرم خودش نوشته کردم، به جای سی ای نه، چون ای با سی مساوی است، به جای سی ای نوشته کردم، به جای دی هم بی نوشته کردم. درست است؟ خب بعد مساوی با 360 درجه، A با A میشه 2 تا A، B هم با B میشه 2 تا B. ما اطراف همه رو تقسیم بر 2 میکنیم، چون دو رو میخوایم خلاص کنیم. خلاص کردم، N شده A، N شده B، 360 تقسیم بر 2 میشه 180. A جمع B شد چند؟ 180. N A است، N B است. درست است؟ A B شکل شده. ذهن خود کشیدم که یادم نروی درسای گذشته بود. زاویه یک طرف خط قاطع اگه با هم جمعش 180 شود، پس N دو خط با هم 100% موازی است. درسای گذشته ما و شما بود. پس AD یعنی AD است، یعنی هم چی است؟ BC است. AD با BC موازی میشه. حالا شما باید ثبوت کنی که چی؟ AB با DC موازی چی میشه؟ موازی میشه. چرا خم با ثبوت میکنی؟ ما گفتم به جای S سی رو، حالا تو به جای C A ربان، یا به جای S سی ربان، صحیح است؟ به جای S سی ربان، به جای B هم D ربان. فهمیدی چرا خم شد؟ پس به جای A می نوشتم میکنی C، به جای B هم نوشتم میکنی D، این C و D رو خودش نوشتم میکنی. پس C جمع D جمع C جمع D میشه 360. C کد C میشه 2 تا C، D کد D هم میشه 2 تا D. باز اطراف تقسیم بر 2 میکنی، C جمع D برد میمانه، C جمع D مساوی با 180. C جمع D در 2 180 میشه، صحیح است؟ البته ایرم باز دوباره میتونیم نتیجه بگیریم، این دو باز چی میشه؟ با هم دیگه موازی است. باز دیگه چیکار میکنی؟ پس میای به جای شما ایره میمانی سیر میمانی و به جای بی دیر میمانی. پس ایره خودش نوشته میکنی، بی را به جایش چی میمانی؟ دیره میمانی. دیگه درست میشه شاگرد، دقت کنید. پس ایره خودش میمانی، بی را به جایش دی میمانی، سیرم خودش میمانی، دیرم که خودش میمانی، صحیح؟ پس میشه ای جمع دی جمع به جای سی هم ای میمانیم، چون ای با سی مساوی است. پس ای جمع دی جمع ای جمع دی. درست است؟ باز دو تا ای میشه، دو تا دی میشه. باز دو رو خلاص میکنی، یک تا ای و دی میمونه، ای با دی میمونه. ای هر دو با هم چی میشه؟ ای هر دو شد 180، پس ثبوت شد. ای هر دو با هم 180 شود، به این شکل میشه. شاگرد دقت کنید، ما به این شکل داریم دو خط داریم، اینی به این شکل، اینی کدی شده 180. زاویه های متممه یک طرف خط قاطع، یک طرف خط قاطع شده متممه، اینی با این میشه 180. پس نتیجه میگیریم اینی دو تا خط باید با هم چی باشد؟ موازی باشد، صحیح است؟ پس به این شکل میکنی. پس شاگرد عزیز به ثبوت دیگهش خودت انجام بده کتابچه، به جای سی ای را میمانی، به جای بی هم دی را میمانی. پس ای و دی را باید بکشی، ای و دی را باید بکشی، دو تا ای دو تا دی داشته باشی. درست است؟ پس ثبوت میشه، ثبوت میتونیم بکنیم که چهار ضلعی چی میشه؟ متوازی الاضلاع میشه، چون ضلع های روبرو با هم موازی است. درست است؟ خب شاگرد عزیز، من تخته رو پاک میکنم، نتایج درس امروز کلی برات نوشته میکنم که بفهمید چی ما شما چی نتیجه‌ای میتونیم از این درس بگیریم. پس تخته رو پاک میکنم. خب شاگرد عزیز، نتایج درس امروز ما و شما چی است؟ نتایجش به این شکل است. پس نوشته میکنم نتیجه یا نکته برات میگم، فرق نمیکنه، به عنوان نکته میگم. اگر ما و شما یک چهارضلعی داشته باشیم، متوازی الاضلاع باشد نامش، یعنی ضلع های روبرو رو با هم چی باشد؟ موازی باشد. اینی که دیدین موازی است، اینی با اینی ضلع موازی است، این باشد ای، اینی بی سی دی. نتایج چی است؟ نتایج چی است که
زاویه دی با زاویه بی مساوی است، زاویه دی مساوی است با زاویه بی، صحیح است؟ دیگه زاویه ای با زاویه سی مساوی است، زاویه ای مساوی است با زاویه سی. و دیگه چی؟ شاگرد عزیز، پس در متوازی اضلاع زاویه روبرو رو با هم برابر است. درست است، البته یک کمی کج است، به شک باشه درست میشه. بهتر شد. پس زاویه های مقابل یا روبرو رو با هم مساوی است، زاویه های مجاور، مجاور یعنی چی؟ یعنی نزدیک، ای با دی، ای با بی، ای هم با بی مجاور است، هم با دی مجاور است، با سی مقابل میشه. صحیح است؟ ای با دی میشه چی؟ متممه، یعنی جمعش میشه 180. پس ای با دی، ای جمع دی میشه 180 درجه. صحیح است؟ و ای با بی هم 180 میشه، زاویه ای جمع زاویه بی این هم میشه چند؟ 180 درجه. پس نتیجه درس امروز ما شما اینی بود که اگر یک چهارضلع ما شما داشته باشیم، زاویه های روبرو با هم مساوی است و زاویه های مجاور با هم متممه است، یعنی جمعش میشه 180. حالا سوال با ما شما به شک میته، با ما شما میته به عنوان مثال اینی ای را میده 110 درجه، اینی بی را میده چند؟ میگه اما 110. خلاص میگه دیگه زاویه رو دریافت کن. خب ای 110 ما با ما شما داده، خود سوال ای 110 داده، ما میتونیم بفهمیم پس سی چون متوازی الاضلاع چهارضلع ما شما سی میشه 110، پس سی ما شما مساوی است با ای، مساوی میشه با 110 درجه. پس سی رو تونستیم دریافت کنیم، صحیح است؟ خب زاویه بی و زاویه سی دی رو با دریافت کنیم، چون گفتیم که جمع چی میشه؟ 180 میشه. ای با دی باید چه؟ 180. پس زاویه ای جمع زاویه دی چون متممه میشه باید چه؟ 180 چون متوازی الاضلاع. خب ای که 110 است، 110 جمع دی مساوی است با 180. شاگرد عزیز 110 با چند درجه میشه 180 درجه؟ با 70. آفرین. پس زاویه دی میشه چند؟ 70 درجه. خب زاویه دی که 70 شد، زاویه بی هم چی میشه؟ 70 میشه، چون زاویه های مقابل در متوازی الاضلاع است. پس در نتیجه زاویه بی ما و شما هم میشه 70 درجه. پس سوالا به این شکل شاگرد عزیز، با شما و شما یک متوازی الاضلاع میته، یک تا زاویش میده، میگه دیگار دریافت کن. شما از ویژگی استفاده میکنید، در متوازی الاضلاع زاویه روبرو با هم برابر است، زاویه مجاور با هم متممه است، یعنی جمعش 180 میشه. درست است؟ پس این هم نتیجه درس امروز ما و شما. خب شاگرد عزیز و گرامی، درس امروز ما و شما چی شد؟ خلاص شد. چی رو خواندیم؟ زاویه های مقابل در متوازی الاضلاع. اما کارخانگی چی است؟ کارخانگی تمرین های صفحه 170 کتاب رو حل کنید و با ما روان کنید از طریق واتساپ. نمبرش هم 2096470825543. شاگرد عزیز و گرامی، پایان درس پنجم از فصل ششم. شاگرد عزیز و گرامی، مانده نباشین، بخیر باشین، وقت خوش، خداحافظتان.